واحد تاریخ هنر رشته معماری، بخش هنر مدرن، با استفاده از کتاب تاریخ هنر مدرن نوشته هاروارد آرناسن، ترجمه مصطفی اسلامیه. شبکه جهانی وند، آموزش در اولویت. جلسه چهارم. سلام، من سمان زاکری هستم از دانشگاه مجازی وین یا وین ویرچوال یونیورسیتی، با قسمت چهارم از کتاب تاریخ هنر مدرن نوشته هاروارد آرناسن با شما هستیم. لطفاً تا انتهای برنامه با ما همراه باشید. سورا به سنت فرهنگستانی مدرسه هنرهای زیبا تربیت یافته و شیفته هنر پیکرتراشی یونان باستان و استادان کلاسیکی چون پیرو دلا فرانچسکا، پوسن و انگر بود. او همچنین طراحی‌های هولبانگ، رامبراند و میلر را مورد مطالعه قرار داد و اصول طراحی برای نقاشی دیواری را از دوشان که یک فرهنگستانی نمادگرا بود فرا گرفت. در میان چهار تن، سورا، گوگن، ونگوگ و سزان، جورج سورا که حتی امروز هم کمتر شناخته شده است، ظاهراً جدا افتاده تر از دیگران است و در این حال به روحیه هنر انتزاعی هندسی قرن بیستم از همه نزدیک تر است. او به سنت فرهنگستانی مدرسه هنرهای زیبا تربیت یافته و شیوه هنر پیکرتراشی یونان باستان و استادان کلاسیکی چون پیرو دلا فرانچسکا، پوسن و انگر بود. او همچنین طراحی‌های هولباین، رامبراند و میلر را مورد مطالعه قرار داد و اصول طراحی برای نقاشی دیواری را از پوی دو شاوان که یک فرهنگستانی نمادگرا بود فرا گرفت. در ابتدا شدیداً مجذوب نظریات و اصول مربوط به سازمان بندی رنگ که با تعمق در نقاشی های دولاکروا و هرمان فون هلموتس فرا گرفته بود شد. سورا به راستی نخستین هنرمند نسل جدید نقاشان زاده انقلاب علمی و یک نقاش عالم بود. با همکاری شاگرد و دوست جوانش پل سینیاک در پی ترکیب تجربیات امپرسیونیست ها در زمینه رنگامیزی و ساختار کلاسیک شیوه رنسانس بود و میخواست که آخرین مفاهیم فضای تصویری، شیوه القای فضای ژرف‌نما و تازه ترین کشفیات علمی مربوط به درک رنگ و نور را به هم بیامیزد. با همه اشتغالات نظری که سورا داشت، نکته باور نکردنی این است که آن همه شاهکار را در عمری چنان کوتاه آفرید. او در سن 31 سالگی درگذشت. مهمترین اثر او و یکی از دوره‌سازهای تاریخ هنر مدرن بعد از ظهر یک شنبه در جزیره ژات بزرگ یا به عبارت کوتاه‌تر و معروف‌تر ژات بزرگ می باشد. سورا دو سال روی این نقاشی با عظمت و به یاد ماندنی کار کرد و برای آن دست کم 20 طراحی مقدماتی و 40 انگاره رنگی تدارک دید. او طی این مقدمه چینی ها از بررسی پیکره های منفرد گرفته تا رنگ روغن هایی که در بیشتر ترکیب بندی های نهایی به کار رفت، با وسواس بسیار مناسبت هر رنگ و هر جذبه فضای تصویری را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. نظام رنگامیزی که سورا در ترویجش می‌کوشید مبتنی بر این درک شهودی امپرسیونیست ها بود که طبیعت نه بی‌رنگ و خنثا بلکه پر از رنگ است.
جنبش امپرسیونیسم در بیشتر دوران خود کوششی سازمان یافته و علمی برای دستیابی به یک تأثیر بینایی از راه قرار دادن رنگ‌های اصلی در پیوند نزدیک با هم بر بوم و به هم‌آمیختگی آنها بر پرده شبکیه به صورت نقوش مواج و فروزان یک آمیزه رنگین به کار نبرد. این تأثیر بینایی در بسیاری از نقاشی‌های مونه به چشم می‌خورد، چنانکه وقتی کسی نزدیک یکی از کارهای او می‌ایستد، ابتدا آن کار به نظرش نقشی از ضربات رنگ می‌آید و بعد که رفته رفته از آن دور می‌شود، تمام عناصر صحنه را واضح می‌بیند. سورا بر مبنای امپرسیونیسم و بررسی‌های علمی قرن 19 درباره پدیدارهای بینایی نقاشی‌های خود را با ضربات کوچکی پرداخت که عموماً از رنگ‌های مکمل، قرمز سبز، بنفش زرد، آبی، نارنجی و غیره به همراه رنگ سفید ترکیب شده بود. این موزاییک کاری پیچیده همراه با شگرد استادانه و نفسگیر او همانند موزاییک واقعی بود، با همه ژرفای فروزان تابندگیش که به تجربه رنگامیزی بودی دیگر می داد. اهمیت شگرد سورا که برای نام‌های گوناگونی مثل دیویزیونیسم، پوانتیسم و نو امپرسیونیسم داده شده تا حد زیادی در پی آفرینش ساختاری منظم و هندسی است که اشتباهات نزدیکی به هنر انتزاعی محض قرن 20 دارد.